در حالی که نیروهای امنیتی همه روزه علیه طالبان می جنگند و طالبان هم بخشی از جنگ افغانستان خوانده می شه، به تازگی عبدالحکیم مجاهد مشاور پیشین شورای عالی صلح افغانستان گفته که طالبان فرشتگان صلح هستند و طالبان گروه مقدس هستند. ریاست جمهوری افغانستان هم واکنش نشان داده و گفته که به هیچ کس اجازه نمی ده که با استفاده از آزادی بیان کسانی که قاتلان مردم افغانستانند فرشتگان صلح خطاب شوند. ریاست جمهوری افغانستان هم گفته وظیفه عبدالحکیم مجاهد به حالت تعلیق در آمده است. در برنامه حقیقتی است ما آقای عبدالحکیم مجاهد مشاور پیشین شورای عالی صلح افغانستان را با خود داریم. تشکر از اینکه در برنامه آمدید. آقای مجاهد، می‌خواهیم از این آغاز بکنم که چرا از وظیفه‌تان برکنار شدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما اولین باید آمجریان به شما با بینندگان شما و شنوندگان رادیو آزادی کمی واژگون بکنیم. روز پنجشنبه گذشته یک کنفرانس بوده راجع به تحقیقات صلح در 40 سال گذشته. ما هم بیانیه داشتیم زیر عنوان مقابله با افراط. در امو مصاحبه ما گفتم که مرض اصلی جامعه ما افراط است از 40 سال به این طرف. کمونیست ها آمدند سوشالیسم و کمونیسم به شکل افراطی میخواستند که در افغانستان تطبیق بکنند، نتوانستند که در افغانستان حکومت بکنند. پس از شکست روس ها و شکست کمونیست ها حکومت مجاهدین آمدند. اونها نتوانستند که حکومت در افغانستان بکنه به خاطر که اونها سبقه افراط و به پیش روی گرفتند. در مقابل نامانی هایی که گدوری هایی که وقت با وجود آمدند، تحریک سلامی طالبا بروز کردند. طالبایی که سابق در مقابل اتحاد شوروی و کمونیست ها در جهاد بودند و پس از کامیابی جهاد اونها به مدارس رفتند، پس کتاب های بند خدا باز کردند، پس شروع کردند که در افغانستان امنیت به وجود بیارند. عمود حرکتی که از پین بولدک شروع شدند در 1994، ما گفته بودیم که استاد برهان الدین ربانی اونها را پرشته های صلح گفتند و همچنان مردم افغانستان توقعاتی همچنان داشتند. در کنفرانس همونطور گفته بودیم تا وقتی که تا 1996 در کابل می آید اونها پرشته های صلح بودند، مردم توقعاتی داشتند، ولی بدبختانه اونها که در کابل آمدند به عوض اینکه یک حکومت ائتلافی بین گروه های مجاهدین و سیاسی جور بکنند، اونها واقعا به جای پرشته ها بشینند و همه حکومت نگرانی کنند. اونها هم سر به خود حکومت خود طبقاتیشان اعلان کردند که او هم افراد کردند و نتوانستند در افغانستان حکومت بکند، با وجود که 95% زمین افغانستان به دست اونها بودند، ولی امی افرادشان باعث شکست اونها شدند. بنابراین ما ضرورت داریم که مقابله افراد بکنیم. امی سیاست مدارای ما و شما که امروز در قدرت هستند، چهی از 40 سال به این طرف تجربهاتی به دست آوردند. ما باید مقابله افراد بکنیم. حکیم صاحب، چیزی را که از جریان و کنفرانس نشر شد و رسانه ها او را نشر کردند، یعنی صحبت های شما هست و اسناد هم وجود داره که شما گفتین که طالبا گروه مقدس بودند. بودند. بله. شما گفتید امور را تعبیر نکنی که هستند. طالبا گروه مقدس بودند. حالا این گپ شما را خودتان این گپتان را رد میکنین؟ ما رد نمیکنیم. ما گفته بودیم که نقل قول ما گفته بودیم نقل قول استاد برهان الدین ربانی را کرده بودیم که اونها پرشته های صلح نمیده بودند. نه یکی نه یکی نه مساله را باز جنجالی نسازید. یک مرتبه مساله را تصفیه کردیم، از سر نو با سوالاتی غلط مساله را جنجالی نسازید. منظور می بود که آیا گروه طالبان هنوز هم به نظر شما گروه مقدس هستند یا خیر؟ ما تقریبا یک ساعت بیانیه اونجا داریم و او در مطبوعات وجود داره، در سایت ها وجود داره. ما گفتیم ای کاش که اونها یک حکومت ائتلافی بین احزاب سیاسی مجاهدین جور میکردن،
اونها مقام فرشته را حائز میکردند و امو حکومت نگره میکرد، اونها هم شکل افراطی را کردند. بله، یعنی شما میگین که رسانه آنچه را شما بیان کردین تعریف کردن، غلط کردن، مطلقا به شکل غلط امورا بیان کردند و عالم تقاضا داریم امو ژورنالیستی که گفای ما را تحریف کردن و در مابین مردم ما را نفاق انداخته او باید محاکمه شود. آقای مجاهد، چی ضرور بود که شما در اوتر یک مجلس این موضوعات که خدشدار می سازه از ذهنیت مردم یادآوری بکنید؟ خو این مسئله دیگه است. ما یک عالم دین هستیم، ما یک سیاستمدار هستیم، ما یک مجاهد هستیم، ما حق داریم به مردم نصیحت بکنیم، به حکمرانها نصیحت بکنیم. پیغمبر خدا به ما میگه الدین و النصیحه، قالوا لمن یا رسول الله؟ قال لله و لکتاب الله و لرسوله و لائمه المسلمین و عامتهم. دین نصیحت است برای خدا و کتاب خدا و رسول خدا که حمایتشان باید بکنی، و حکمرانان مسلمان ها و برای عام مسلمان ها ما وظیفه داریم که حق بیان بکنیم. اعمال امروزی طالبان شما چگونه بررسی میکنین؟ آنچه را اونا انجام میتن، مردم به خون و خاک خون میکشانن. مسئله ما مربوط به امروزه نیست. ما از تمام جناح حالی علی تقاضا میکنن، مکرر تقاضا میکنن برای خدا تحریک اسلامی طالبا باید شکل افراطی را باید ختم بکنه. ما تقاضا میکنیم حکومت افغانستان باید شکل افراطی را اقدامات نکنه. ما تقاضا میکنیم سیاستمداری که به نام جهاد، به نام سیاست در افغانستان امتیاز میگیرد، شکل افراطی را از بین ببرد. برای خود واقعیت های زمینی در افغانستان قبول کند، منافی ملی افغانستان را در نظر بگیرد و با یک دیگر قبول بکند، یک هماهنگی کو اگزیستنس در مابین خود بیارند. بله، آنچه امروز طالبان انجام می دهد از نظر شما کارکردشان جواز دارد؟ ما در این مسئله نیستم که او کی جایز است کی نجایز است، با کی پتوا میتیم، با کی. ما مسئله دیگر که اونجا مطرح کرده بودیم در کنفرانسی شانتلی بود در فرانسه در 2012، امو مسئله نقل کرده بودیم که زیا مسعود جناب قانونی صاحب، جناب اطمار صاحب، جناب محقق، دیگر بزرگان موجود بود. زیا مسعود از ما سوال کردن مثل که شما از ما سوال میکنی. ما در ابتدای مجلس که شریک مجلس میشدیم اعلان کردیم ما نماینده طالبان نیستیم و برادر، ما نماینده دولت نیست، به شکلی شخصی اینجا آمدیم، نظریات شخصی را داریم. اونها با ما مخاطب شده مثل شما وری که با ما مخاطب میشین. ما رو گفت مجاهد صاحب عمیق این پیجار و انتحاری که طالبان میکنه کدام ملا برشان پتوا داده، کدام شرط برشان اجازه داده؟ ما برشان گفت و برادر از شما پرسان میکنیم، حکومت قانونی مشروع سردار داوود خان موجود بوده، از پنشیر که مقاومت مصالح در مقابلشان شروع شدن کدام مفتی بر شما فتوا داده بود؟ کدام شریعت به شما اجازت داده بود؟ یک. دو، طالبان جهاد کردند، روس شکست دادند، به مدارس رفتند، پس کتابای خود شروع کردند، حکومت به شما واگذار شد. اونها هیچ موجود نبودند در 1996، اونها به قدرت آمدند در داخل شهر کابل مطابق احصایه ملل متحد بیشتر از 60,000 مردم قتل شدند. کدام مفتی به شما فتوا داده بوده؟ کدام شریعت به شما اجازه داده بودن که همین مردم رو بکشید؟ مجاید صاحب، گذشته را کنار میمونیم، را تاریخ و مردم قضاوت میکنن، بس سر امروز داریم. آیا آنچه را که طالبان امروز انجام میتن در برابر نظام میجنگن، مردم بیگناه ما را میکشن، آیا اینمی عمل کردشان از نظر شما که در شورای عالی سنا؟ باز تکرار کرده این سواله؟ دقیقاً. باز تکرار کرده؟ دقیقاً. همین موضوع شما به شما معلوم است که این سوال جواب به شکل دیگه داریم؟ بله، میخواهیم پاسخ از این ما هم روشن داشته باشیم و مردم که انتظار دارن و مصاحبه را میبینن اونا هم پاسخ از این روشن داشته باشن. ماشاءالله. جواز داره؟ ماشاءالله، ماشاءالله، ماشاءالله. ما باز به شما میگویم که امروز درد مردم ما وحدت ما دوام میکنه، درد مردم ما اتفاق ما دوام میکنه، درد مردم ما هماهنگی همزیستی ما دوام میکنه، درد مردم ما نفاق ما دوام نمیکنه. فتواهات علاج نیست. ما از تحریک اسلامی طالبان میخواهیم که بیا سر میز مذاکرات با حکومت افغانستان مذاکره کنی. ما از حکومت افغانستان میخواهیم بیا سر میز مذاکره با تحریک اسلامی طالبان
مذاکره کنید، مطالباتی مشروع و جایزشان بشنوید. یعنی شما نمیخواین بگوین در مورد فعالیت های طالبان که جواز داره یا نداره؟ ما 100% میخواهیم که ما مردم رو به وحدت دعوت بکنیم، نه به نفاق. ما 100% میخواهیم ما مردم رو دعوت میکنیم که یک حل سیاسی برای قضیه افغانستان پیدا کنه، نه حل نظامی. آقای مجاهد، اینا میخواهیم پرسان بکنم، اون چرا ریاست اجرایه گفتن که شما از وظیفه برکنار شدین؟ آیا از وظیفه واقعا برکنار شدین؟ صلاحیت عزل و نصب اعضای شورای عالی صلح و رهبری شورای عالی صلح به دست رئیس جمهور است. تا هنوز از مقام ریاست جمهوری رسما به ما کدام اطلاعی نرسیده. هنوز هم به وظیفه تان ادامه میدین؟ یعنی تا هنوز با انفکاک ما را به ما ابلاغ نشده. میخوایم یک انتقاد دیگه هم از شورای عالی صلح افغانستانی هست. ولسی جرگه مشان جرگه ای انتقاد کردن و میکنن که برخی از اعضای شورای عالی صلح خود طالبان حمایت میکنن، در مادرهایشان افرادی که انتحار میکنن، انفجار میکنن، انتقال میدن. موقف و موضع شما چی هست؟ پرسان کنی از شورای عالی صلح. شورای عالی صلح رسما امی مسئله را رد کردن. کسایی که امی اداره کردن از اونها خواستار شدن که اسناد به شورای عالی صلح بیارن. متاسفانه تا هنوز کسی حاضر نشدن که همچنان اسناد بیارن. آقای مجاهد، میخوایم میره هم بپرسیم که شما در جریان صحبتهایتان روز پنجشنبه گفته بودین که طالبا هم افراد کردن، چنانچه بیشتر هم اشاره کردین، و حکومت فعلی را هم گفتین که افراد کردن. آیا طالبان و حکومت هر دو نظام، نظام اونا را نظام فعلی را شما برابر میدانین؟ ما در اون روز هم گفتیم نظام جناب کرزای صاحب، نظام دکتر صاحب اشرف غنی که از دموکراسی صحبت میکند، دموکراسی که ما در قانون اساسی یک چوکاٹ برشان بخشیده ایم، بنا دموکراسی که ما در یک چوکاٹ در افغانستان قبول کردیم، بعضی مطبوعات، بعضی میڈیا اونها به شکل منفی، به شکل دموکراسی لیبرال ترویج میکنه که شکل افراطی را دارن، بای جلوگیری شان شود. بله، میخوایم میره بپرسم آقای مجاهد که نیروهای امنیتی افغانستان که در جنگ علیه طالبان کشته میشن، آیا اینا را شما هم شهید مینامید؟ هر افغانی که در افغانستان شهید میشن، نه ما او را شهید مینامیم و قربانی که به هر طرف برای مردم افغانستان و استقرار در افغانستان و برای صلح افغانستان از برای ما قابل قدر هستند. بله، شما گفتین هر افغانی که در افغانستان کشته میشن شهید هستند. طالبا هم جز خاک افغانستان هستن، اونا هم افغان هستن. اگر اونا هم دی خاک کشته میشن، اونا هم شهید هستن. ما تماما فعالیت های ارگان های امنیتی حکومت افغانستان تایید میکنیم و از خداوند متعال دعا میکنیم که اونها در صلح آوردن در افغانستان کامیاب شوند. اما ما پاسخ خود و شنونده ها پاسخ نگرفتن. شما گفتین که کسایی که هر افغانی که در افغانستان کشته، هر افغانی معصومی که بدون مجوز در افغانستان کشته می شود، ما او را شهید نمیدیم و نمی خواهیم که هیچ افغانی معصوم کشته شود در افغانستان. خیلی تشکر از شما. تشکر. سلام علیکم.